السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. مجاهد او مقاوم ستر قمندان تم سلام ده. مجاهد او مقاوم ستر قمندان ته می سلام ده. د پردو په لاس وژلي قهرمان ته می سلام ده. دوستان گرامی، با اتحاف دعا به روح شادروان قهرمان ملی افغانستان، استاد شهید که حیثیت مرشد و مربی ما را داشت و سایر شهدای افغانستان، می خواهم چند مطلب کنده و مختصر را حضورتان تقدیم کنم. اولین مطلبی است دوستا که آمیر صاحب شهید از طرف غلامان به قمنده غلامان و غلامزادگان کشته شده. مردم آزاده آزادگان را نمی کشند. این غلامان هستند، قاتلان اجرتی هستند که به قمنده بیگانگان و به قمنده بادارانشان که وام به نوبه خود غلام هستند، به قمنده از اونا آزادگان هم بکشند. از امیجا برای طالبا یک صدا دارم، گردن خود سرشان خلاص میکنم. تحریک طالبا نه در آغوش اسلام و نه در آغوش افغانستان زاده شده. تحریک است که نه اسلامی گفته میتانیمش نه افغانی گفته میتانیمش. افغانی به این خاطر نیست که در خاک افغانستان در بین مردم خود تأسیس نشده، و شرعی به این خاطر گفته نمیتانیمش که این تحریک یک تحریک غیر جنگی و غیر نظامی اگه می بود یک مبرر برای خود داشت. یک تحریک و یک سازمان نظامی در داخل یک کشور اسلامی در ثروت موجود دیت یک نظام اسلامی تشکیل شرع نارواست، نادرست است. بیعتشان با ملا عمر هم ناروا بود، با ای اختر منصور هم نارواست و با آیندگانشان هم نارواست. ای را بشنو. توصیه ما برای ازیایی است که از این چارچوب غیر شرعی براین. ما به صفت یک طالب شریعت، به صفت یک متعلم شریعت، گردن خود از سرشان خلاص میکنم که مردشان شهید نیست. قیام از اینا، تأسیس از اینا در وقت استاد شهید صورت گرفته، در صورت موجودیت یک حاکم مسلمان، یک حاکم متشرع، جور شدن گروه های مسلح و بیعت در اوجه
حرام است، نارواست، ناجایز است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده ایرم چند روز پیش در یک مصاحبه خصوصی هم گفتم، فرموده که هرگاه با دو امیر بیعت صورت گرفت گردن دومش بزنید. در اینجا با استاد ربانی شهید بیعت صورت گرفته بود به صفت یک امیر شرعی و مسلمان، هر کسی دیگه که ادعای امارت را بکنه و به او بیعت صورت بگیره سر مسلمان ها لازم است که گردنی از او را بزنند. ای گپ منی است، گپ پیغمبر است که گفته اگر با دو امیر بیعت صورت گرفت گردن آخریش را بزنیم. ای که ما نتانستیم گردن ملا عمر را اول بزنیم، مقصر هستیم، خدا برای ما عفو بکنه. توصیه ما بر ایشانی است که اینا خود بکشن، از این غلامی براین. اگه انتقاد دارن، گپ دارن، مهربانی کنن بیان کتی ما بشینن. اگه جنگ ناروارم ادامه میتن مردانوار بیرون براین، اوج در آغوش دیگرها این جنگ دوام نتن، از آغوش دیگرها قمانده نگیرن. دادولا منصور صدا کرد خودش که قماندانای ما را ایسای تعیین میکنن، خودش صدا کرد که به مرا خواستند برم گفتند که برو کلانای افغانستان بکش از بین ببر. دیگه ای طالبا وضاحت بیشتر چی میخواهند دیگه ازی؟ دو سال رهبرشان زیر خاک بود، قمانده هایی که به اینا در دو سال صادر شده از طرف کی بود و به کدام دین و به کدام شریعت اینا ای قمانده ها را تنفیذ کردن و مورد اجرا قرار دادن؟ آیا ملا عمر از سیر خاک قمانده میکرد؟ نه خیر، از سیر خاک کسی صدا کده نمیتانه. از این معلوم میشه که در زندگیشان هم قمانده به دست دیگر ها بود و بعد از مرگش هم قمانده به دست دیگر ها. از همی جبر پاکستان هم یک توصیه دارم. برای همسایگان دیگه خودم توصیه دارم، خدا شاهد است که سلامت شما در سلامت افغانستان گره خورده. اگر کدام وقت خدا نخواسته به این مصمم شدین که افغانستان بشکنانه و به این مصمم شدین که این ملت و ایران کنین، به یقین بفامین که شکستن شما پیش از افغانستان خواهد بود. اگر یک پاکستان آرام را می خواهین، به همسایه‌های دیگه خودم میگم که اگر کشورهایتان آرام می خواهین، دارامی افغانستان کوشش کنین، دارامی از این ملت محروم و مظلوم و بیچاره کوشش کنین. اگر نه که با جنگ دوام میتن، اگر نه که با جنگ دوام میتن و اگر نه که میخواین که به این توطئه ها ادامه بتن. باز من یک پیشنهاد برای حکومت هم دارم. شما بشینید. ما گپتا میگم بشین. اگر نیکی توطئه ها ادامه پیدا میکنه، اگر نیکی توطئه ها ادامه پیدا میکنه، دکتر صاحب عبدالله ششته رئیس بی جمهور هم شاید بشنوه، ما میگم که یا این ملت بسیج کنین و اگر بسیج نمیکنین ما این ملت بسیج میکنین.
دوستا عزیز، هر روز میمریم، هر روز قربانی میتیم، هر روز تکه و تکه و پارچه پارچه میشیم. از این که هر روز ذلیلانه بمریم بهتر است که یک روز مردانه بمریم. ما از امیجا، به اجازه از این بزرگای کشیشته و به اجازه شما سری از این ملت صدا میکنم. این ملت قهرمان، این ملت با عظمت، این ملت با تاریخ صدا میکنم که برای دفاع از کشورتان، از ملتتان، از تاریختان، از بطولات و مردانگی هایتان همتان کمرتان را بسته کنید. دیگه ای گرد ذلت را در پیشانی خود گشتانده نمیتانیم. بازم میگم که برای همسایه‌های خود صدا میکنم، خصوصا برای پاکستان. این ملت کس از بین برده نمیده، این ملت تاریخ داره. ما بنده حقیر که پیشوری تان ششته سر باز کشورا عمرم 2 سال زیاد است. و چطور باز در فکر عزیزتن که این ملت را از بیخ و ریشه میکنن؟ نمیتانن کنده، این کار کرده نمیتانن. مطمئن باشن که کرده نمیتانن. برای از امی دین ستیزا و جهاد ستیزا هم یک توصیه دارم. به خاطر خدا حال یک زمینه همزیستی در این ملک مساعد شده، امیر مقدر نسازه. به عوض ازی که سر مجاهدی دیتان افتخار کنین، هر روز پلته و چراغ پشتشان گرفتین که ناخذین هستند، جنایتکار هستند، ظالم هستند، چیستند. دمی در برابر توطئه طالب کی استاد شد؟ امیال امی کاروان شهدایی که از نیروهای امنیتی ما هر روز روان از پشت خانه بیوه و غریب و مسکین تقلق میشه که بیا شهید توردار، امیا غیر از مجاهد دیگه کیست دمیجا؟ گوش بگیرین دوستا. ما را که کس میگه که ناقضین هستین اشتباه کردن، ما فاتحین هستیم، فاتحین مردواره میگیم، فاتحین هستیم. کسایی که ما را میگه که جنایتکار است، مردواره اعلان میکنیم که جنایت دیگرا کرده، ما آزادگران هستیم. گوش بگیرین دوستا. من میگم که این مجاهدین زینت تاریختان است. ببینین در افغانستان ما تاریخی که داریم، نیاز درک قلم داریم، نیاز درک شمشیر داریم. قلمش هم انگیزه اسلامی داشت، شمشیرش هم انگیزه اسلامی داشت. یک آدم دیگر را بریم پیدا کنیم. هر روز مدال میتین، مدال میر مسجدی خان، مدال احمد شاه بابا، مدال میر بچه خان. امیا غیر از مجاهد دیگه کی بودن؟ کلی از یا مجاهد بودن. امروز به افتخاری از بابا مردم مدال میتین و از طرف دیگه برشان دو زدن میرین جفاس نارواس. امی کار نکنین. اینا زیب و زینت و زیور ملکتان هستن. زیب و زینت و زیور ملکتان هستن. و یک توصیه در امی مورد دکتر صاحب ششته رئیس صاحب جمهور هم شاید بشنو دارم که دمی فکر تصفیه مجاهدین نباشه.
امی مجاهد است که آلی در سنگر استاده است، در سر و روش گرد افتیده. کدام کوبای پوش دیدن که اوجه در سنگر رفت استاده؟ این همی هاست که دفاع میکنن، این همی هاست که غیرت دارن، مردی دارن، از این کشور دفاع میکنن. بازم میگم زمینه همزیستی بین تمام مردم افغانستان مساعد شده. ما کل ما یک ملت هستیم، یک قوم هستیم، یک دین هستیم، یک مذهب هستیم، یک را داریم، یک روش داریم. کوشش کنیم که گپای نزنیم که باعث تیت شدن و پراگندن شدن ما شد. توصیه دیگه ما برای حکومت یا پیشنهادی، من آدمی خرد هستم، چی توصیه بکنم؟ پیشنهاد مییست، پیشنهاد مییست که انسان زده نجات پیدا کرده میتونه. کوشش کنین که از خدا زدگی خود بچ کنین. به این معنا، به این معنا جلوی فسق بگیره، جلوی فساد بگیره، جلوی فحشا را بگیرین. در سوره اسراء خداوند جلت عظمتهو می فرماید، گپ من نیست، گپ خداست. او برادرا اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. میگه وقتی که ما اراده هلاکت یک سرزمین را بکنیم، خدا میگه توصیه میکنیم کلانش نافرمانی میکنه، که نافرمانی کنن وعده عذاب سرشان ثابت میشه، او دیار را ما بیران میکنیم، ویرانش میکنیم، از بیخوبن بر میکنیمش. کوشش کنیم، کوشش کنیم دوستا که از خدا، از خدا زدگی خدا بچ کنیم. کوشش کنیم پابند دین باشیم، پابند عقاید باشیم، پابند اوامر خدا و رسول باشیم. مردم فکر میکنن که امی کسایی که دور دور گپ میزنه، اگه سیاف هست، اگه کرزای صاحب هست، قانونی صاحب هست، دوستای دیگه که در فعلا ظاهرا در تشکیلات حکومت نیست، یا امیر صاحب اسماعیل خان هست، یا دوستای دیگه، یا اکبری صاحب امثال، ناما کلش به یادم نیست، فکر میکنن که اینا مخالف نظام هستن. گوش بگیرین، گوش بگیرین برادرها. مردم فکر میکنن که اینا مخالف نظام هستن و در صدد چپکدن نظام هستن. علیاذ بالله، چیزی که ما به دست خود جور کردیم چرا به دست خود چپیش کنیم؟ هرگز نه. این پروپاگاندا کلش غلط است، کلش. مگر تشویش داره، تشویش ماده است که اگر اصلاحات نبیه، کجیها راست نشد. تشویش ماده است که خود به خود با وجود کوشش های نگاه کردن ما، خود به خود خدا نخواسته بر روی نفته، که برای از او ما هیچ پیش بینی نداره، برای از او ما هیچ پیش بینی نداره. دیگه پیشنهاد ما است، پیشنهاد ما است که حکومت کوشش کنه ملت امرای خود استاد کنه، حکومت کوشش کنه که در راستای اهداف، خواسته ها، آرمانای از این شهیدا و از این ملت روان شد. در او صورت من یقین دارم که پیش روی از این حکومت و از این نظام کسی مانع دیگه ایجاد کرده نمیتونه. تشویش دیگه که همگی داره و ما هم دارم روز که در این ملک مرجع تصمیم گیری وجود نداره، متاسف. حکومت داریم، نظام داریم، خدا نخواست حادثه غیر پیش بینی شده رو برو شه، خدا نخواست. مرگ و زندگی به دست خداست. این حوادث بسیار آمده. شما دیدین ضیاءالحق تیاری شفتید، برای یک لحظه هم نظامشان نجنبید. ملک فیصل کشته شد، برای یک دقیقه هم بی نظمی نامد. سادات را در مراسم رسمی گذشت زدن، هیچ
نظام جب نخورد. اگر اینطور حوادث خدا نخواسته سر نظام ما بیاد، یا مثل که در ایران امو پارلمان را یک دفعه پراندن شخصیتایش، هیچ جق نخورد. ما برای از اینطور احتمالات متاسفانه هیچ گونه پیش بینی نداریم. دی ملک تا حالا ما مرجع تصمیم گیری جور نکدیم. به این خاطر خواهش معمیس، الحاح معمیس به این خواهش انشاءالله تمام مردم افغانستان است. دکتر صاحب هم میبینم که همیشه سر یزی پافشاری داره. یکی اگر میخواین که به این نظام به این وضع یک سیروم تیر کنین کمی به قوت شوه، تاریخ انتخابات عاجل اعلان کنین. یک دو اگر خدا نخواسته موانع در سری راه ایجاد میشه، مشکلات ایجاد میشه، نمیتونین که انتخابات را بکنین در حالی که ضرور است، واجب است سرتان که ایره بکنین. اگر خدا نخواسته، خدا نخواسته دیدین که نمیشه، در صدد اونمو جرگه های باشین که همیشه مشکلی از این ملت را حل کرد. سر ازی فکر کنین یک مرجع تصمیم گیری را برای ازی ملت پیش بینی کنین برای سالمش درستش خونموز که عاجل انتخابات برگزار شوه و عاجل لوی جرگه تشکیل شوه تا امی تشویش از این ملت دور شوه و این تشویش دیگه خوشان نارام نسازه. گپ یا آخرم دوستا، به می جامعه بین المللی یک صدا میکنم، امی جا شاید نماینده هایشان امی جا ششته باشه. افغانستان آل فامیده، افغانستان را آل فامیدن، ملتش هم شناختن، نارامی افغانستان هم دیدن که تأثیراتش به کجا میره و آرامی افغانستان. ای را به یقین بدانین که اگر افغانستان آرام بود دنیا آرام است، اگر افغانستان نارام بود دنیا نارام است. باز نه در این سر دنیا نه در اون سر دنیا کسی آرام زندگی کرده میتونه. از یه نمی جا بن لادن خیست نیویارک زد، از یه زمی جا القاعده خیست افریقا را زد، از امی جا خیستن خطای آهن اسپانیا را زدن، دنیا را نارام ساختن. ای خاک تخته خیز است، ای تخته خیز اگر تحت تصرف خود افغانا بود دنیا متضرر نمیشه. اگر این تخته خیز در دست تروریستا بود، با شما حالتان رو میبینید که حالتان چه خواهد شد. از امیجا برای امی مردمی که حال شاید تلویزیون نداشته باشه، بیچاره چشمش در دوربین است و روبروی است که دشمن سرم نبیاد، برای از اون مردمی که سر رویشان خاک آلوده، پریشان در سنگراششته، یک دعای نصرت و مقاومت بکنه. خداوند کامیابشان داشته باشه. در حقشان بسیار به قوت و پرجوش ناره تکبیر بگوین. خداوند شاد و کامیاب و سرفراز داشته باشیتان. السلام علیکم و رحمت.